چیزی که شما تو امریکا میاید و خیلی جالبه قضیه مارکتینگیه که دارنه. مارکتینگشون واقعا فوق‌العاده است. پشت من اگه نگاه کنید، این پشت نوشته این دستشویی world famous، یعنی شهرت جهانی داره این دستشویی. حالا دستشویی دیگه بابا اذیتمون نکن. ببینیم تو دستشویی چه خبره. قبلا توضیح دادم در مورد فاصله ها تو امریکا، ولی باز بچه ها میپرسن که میشه از نمیدونم اوهایو فیلم بسازی، میشه از آیداهو فیلم بسازی، میشه بری کالیفرنیا. فاصله ها رو توی مملکت شما نمیدونید. ما نزدیک 2 ساعت خورده ای از شمال دالاس اومدیم، نزدیک 2 ساعت دیگه هم حدودا بخاطر اینکه ترافیک بود داریم تا به آستین برسیم. خب این اندازش توی نقشه است، میبینید؟ حالا شما نگاه کنید اینو، می‌بینید چقدر اومدیم؟ حالا اینو من زوم اوت کنم، این تیکه کلش تازه تگزاسه. شما حدوداً 3 تا تگزاس رو کم و بیش، حالا لینک اصلیشو میدم، میتونید بذارید داخل ایران. این خود امریکاست. ببین فاصله ها رو، شما وقتی از من میپرسید که برو، ما اینقدرشو 4 ساعت طول کشیده، اینقدرشو اومدیم. ببین فاصله رو چه وضعیه. میگه برو اونجا بساز، برو اینجا بساز. ویدیو امروز با وجود اینکه تو شهر آستین داره اتفاق میفته، ولی بیشتر در مورد سوالایی که شما پرسیده بودید، در مورد امنیتش، در مورد هزینه ها، در مورد چیزای دیگه که کلا تو ایالت تگزاس هست بیاد صحبت کنیم. لاولاش هم من شهر آستین رو به شما نشون بدم. هتلم خیلی باحاله. Thank you. آقا در مورد قضیه هزینه ها تو تگزاس، من دیگه تقریبا دستم اومده توی این چند هفته ای که اینجا هستم. به نظر من تگزاس اون چیزی که میگن ارزونه واقعا اونقدر هم ارزون نیست. یعنی مقایسهش میکنی غذا رو بهتون بگم با نیویورک، اونقدر واقعا گرون نیست. یعنی اگه یه چیزی 100 دلار تو نیویورکه، به نظر من اینجا 85 دلاره مثلا بگیرید این شکلی. ولی دوباره پورشن غذایی که میگیرید بیشتره به طور کلی. حالا باز دوباره جاهای مختلفی که برید فرق میکنه. در مورد چیزهای دیگرش هم من واقعا مثلا پارکینگ، هزینه نمیدونم، جیم ثبت نام کردم اینجا واسه ورزش و اینا، تقریبا شبیه به همه، خیلی اونقدر ارزون نیست. تنها چیزی که عرض کردم خدمتتون که ارزون تره یا اگه هم قیمت در باشه جایی میده بهتون، جای بزرگتری میده، قضیه کرای خونه است. کرای خونه اینجا مثلا گفته بودم خدمتتون، اگر توی نیویورک با 1500 دلار یه استودیو خیلی کوچولو میتونی بگیری، تو اینجا میتونی یه خوابه دو خوابه راحت بگیری، مخصوصا اگه بیرون شهر باشی. یه خود آره آستین باحاله. آستین پایتخت در واقع ایالت تگزاسه، حس و حالش تو خیلی از بخشاش میخوره که شبیه واشنگتن دی سی باشه، پایتخت امریکا باشه، یه خورده اونو داره توش. ولی میکسش کنید با سان فرانسیسکوی که به عنوان تک میشناسنش و ما کولیم و کیپ آستین ویلد و فلان و از این داستان ها، این شکلی هم هست. یه میکسی بین این دوتا مثلا شده جوری تو نگاه اول. در مورد امنیتش از من سوال کرده بودید. کلا خود ایالت تگزاس و شهر آستین من واسهتون بخوام بگم، ببین به 2 تا قسمت به نظر من تو این چند وقتی که من بودم اینجا بخش تقسیم میشه. یکی این که یه چیزی هست به نام امبر آلرت، واسه موقعی که توی امریکا کلا کسی بچه‌ای بدزده که از 18 سال به پایین باشه، یه چیزی میاد، یه نوتیفیکیشنی با یه صدای خیلی عجیب و غریبی میاد توی گوشید با یه سری مشخصات اون کسی که دزدیده، ماشینی که دزدیده شده و فلان این حرفا، که اگر شما دیدید اون طرفو به پلیس خبر بدید که بتونن دستگیرش کنن.
توی کالیفرنیایی که من حدود 6 و نیم 7 سال زندگی کردم، تو کل سال شاید کل همه اون سالا شاید مثلا 5 بار بیشتر من امبرالیات نگرفتم. توی 3 هفته گذشته که من اینجا بودم بیشتر از 5 تا امبرالیات اومد با اون صدای عجیبش که خلاصه میاد و حتما باید قطعش کنی. باید کانسرن بود، نگران باشید و اینا، نه ولی بدونید که تعدادش زیاده. دو، قضیه تفنگ. اون قضیه تفنگ، ببین یه چیزی رو اینا خودشون دارن که میگن که تگزاس جای امنیه، آدما با همدیگه خوبن. به شوخیش اینه که به خاطر اینه که آدما تفنگ دارن. حتی اگه به شوخی هم بهش نگاه کنی، من واسه خودم یه علامت سوال وجود داره که چرا این چیز خوبی باید باشه؟ به نظر من چیز خوبی نیستش که شما همیشه به خاطر ترس این که یک کسی ممکنه به شما شلیک کنه با یک کس دیگه نایس باشی و مهربون باشی. اگه فلسفه مهربونی اینجا این شکلیه، به خاطر این اون هست. یه چیز دیگه ای هم دوباره در کنارش من در مورد تفنگا دیدم. ببین، من به عنوان خبرنگار، به عنوان کسی که باها عکس خلاصه کشتار جمعی و تو امریکا مخابره کرده، عکس گرفته، ادیت کرده و اینا، بعضی جاهایی که تو تگزاس من میرم قشنگ اون حس رو به من بده که اوه ممکنه اینجا هر لحظه اون قضیه اتفاق بیفته. یعنی اون حس رو من میگیرمش. همه جا نه، ولی یه سری جاها تو فروشگاه، تو جایی که مثلا کنسرت بوده، جایی که تو بار و اینا بوده، همیشه اون حس رو داری که اگر الان اینجا کسی تفنگ را بود شروع کرد به شوت کردن چی کار باید کرد. حسش حداقل هست، حتی اگه وجود نداشته باشه. اینجا هم همونطور که میدونید که اوپن کری استیت. اوپن کری یعنی این که شما میتونی بیرون ببندی، ولی حتما باید سیلد باشه، باید توی جعبش باشه. حتی اگه معلومم باشه اوکیه، ولی مثل اینکه خیلی از آدما زیر پیرن و ایناشون دارن، با وجود اینکه دیدم حالا خیلی نمیشه، ولی مثل اینکه وجود داره. اینم قضیه امنیتش که بعد نیست توی ته ذهنتون داشته باشید. این چیزی که من توی ایالت‌ها اینجوری که ماشین نیاز داره، شهرها اینجوری که ماشین نیاز داره که میسش میکنم خیلی، قدمامه. نگاه کن تعداد قدمایی که باید میزدم و نزدم تو بیشتر روزا. 30 روز گذشته که اینجا بودم، متاسفانه چون همه جا باید با ماشین بری خیلی سخته بتونی قدم بزنی. ببین تو 12 ماه گذشته من تمام ماها رو کامل کردم غیر از این ماه، متاسفانه دیگه نمیشه کاملش کرد. دلم واسه نیویورک تنگ شده، واسه قدم زدن تو شهر و اینا تنگ شده. همیشه پشت ماشین نشستن و نمیدونم بیگ کال کردن و اینا. برخلاف اون چیزی که توی تگزاس و اینا شما میبینید، برخلاف اون چیزی که شما توی تگزاس و اینا حالا میبینید، برخلاف اون چیزی که شما توی تگزاس و اینا میبینید، تگزاس بسیار جای مذهبیه. کلاً امریکا جای مذهبیه. تو خیلی جا میتونم حتی بگم شاید از ایرانم مذهبی تر باشه. اینجا مثلا سخت جنین کاملاً قدغنه و خیلی چیزهای دیگه این شکلی. این ویدیو رو من سالها پیش، نزدیک 13-14 سال پیش، واسه اولین باری که توی تگزاس اومدم دیدم. این ویدیو که الان قراره ببینید بزرگترین صلیب دنیاست. نگاش بندازید. توی این قضیه مثلا آزادی و نمیدونم مذهبی نبودن و اینا، مثلا چرا میگم که اینجا خیلی مذهبیه؟ چند ماهی هست، اونم به خاطر قانونهای مختلفه. مثلا پرن اگه بخوای شما ببینی کاملا قدغنه، باید حتما بری اکانت بسازی، اکانت سن تو قشنگ کانفرم کنی تا بتونی مثلا پرن رو نگاه کنی. بذارم وی پی ان هم رو خاموش کنم واسه 5 دقیقه. میزنیم اون وبسایت مذکور pornhub.com. میگه که واسه تگزاس اگه هستی و فلانی حرفا باید بیای رجیستر کنی، بدونیم که سنت اوکیه، ساینین باید بکنی و اینا. حالا بذار وی پی ان رو خاموش میکنم، میبرمش واسه نیویورک. بعد همون پیج رو یه ریفرش میکنیم. یا
وی پی ان بالا روی نیویورک منو اذیت نکن، بالا روی نیویورک. ببین بودم وی پی ان رو نیویورک، الان اینو فشار بدم اون چیزای عجیب غریب رو نشون میده، خیلی بده. خلاصه اینم توی ذهنتون بد نیست که داشته باشیدش که بسیار مذهبی هم. این تگزاسی ها یه حس کلن اینجوری مثلا یا پراود و مثلا مفتخریم به این چیزی که داریم و فلان و از این حرفا، بعد میزنی توی آنلاین که مثلا چیزایی که توی شهر آستین باید نگاه کنی چه چیزه، یه دونش این دیوار است زده I love you so much، میان وای میستن اینجا عکس میگیرن. خلاصه با حال از یه جهاتی که آدم خوبه به هر چیز کوچولویی که داره افتخار کنه و اینا، ولی مثلا سیسه پولو نمیدونم فلان و فساد این حرفا، داریم دیوار آمده با اسپری نوشته I love you so much، بعد شده اترکشن آخر از خده کرده خودشو. تو میدونم براتون بگم اینجا یه جای باحالیه به نام The Domain، بالای آستینه، جای کولیه مثل شاپینگ مال و فلان یه حرف هستش. خواستم یه چیز دیگه باحالیو که در مورد تکساسی ها بهتون بگم، اینه که به نظر من به خاطر اینکه آفتاب زیاد اینجا دارن مثل کالیفرنیا و کلن سایز همه چیز خیلی بزرگه، سقفای بلند و اینا، باعث شده که آستینیا تو تگزاسیا کلن خیلی آدمای چیلی هستن، خیلی راحتن، خیلی ریلکسترن به نظر من. وقتی مقایسهش میکنی به با نیویورکی که همه جاها کوچولو کوچولوه، آدم ها استرس دارن، صبح تا شب باید بدوئن و اینا. خلاصه اگه خونواده و اینا دوباره اگه هستید، من اینجا خیلی بهتون پیشنهاد میکنم، تا اینکه حالت تنها خیلی حالا آره اینم چیز باحال. من واقعا آستینو خیلی بیشتر خوشم اومد از شروع کار، یعنی اگر احساس که بعید میدونم بخوام زندگی کنم، ولی اگه یک روزی خواستم زندگی کنم تو همه جاهایی که فعلا دیدیم، من آستینو اصلا بیشتر دوست دارم. در مورد فاصله هم خدمتتون عرض کردم، واسه هیوستون اینا نمیتونیم بریم چون خیلی راهه واقعا و زمان بر و هزینه و همه این چیزایی که هستش دیگه شرمنده. ولی یه سوال جواب مفصل با خانم دکتر، یه ساعت و نیم در مورد همه این تفاوت‌های تگزاس کلاً با نیویورک و کالیفرنیا اینا احتمالاً صحبت کنیم. آقا من آستینو خیلی خوش آمد ازش تو بیانست، و اینکه یه چیز دو سه تا چیز باحال یه در مورد آستین بهتون بگم، حالا اونقدر انتقاد کردیم نگید که چیز خوب نگفتی و فلانی حرفا، اینکه تنوع نژادی اصلا عجیب غریبه، همه شکل آدم رو اینجا میبینی توش. دو اینکه به نظرم خیلی زنده تره و قشنگ شبا، حالا شنبه شب امشب، ولی شباش قشنگ فعالیت توش وجود داره، نایت لایف و اینا قشنگ توش وجود داره، من خیلی زنده دیدمش. منتها باز دوباره حالا دوایش صحبت میکنیم جلوتر توی ویدیوهای بعدی، نیویورک تموم نمیشه. اینجا من احساس میکنم دوباره مثلا یه هفته دو هفته توش باشی اینا هی تکراری میشه، نیویورک لاحظت تموم میشه، بعد عادت کرده ما نیویورک. ولی دوست دارم آستینو تو تگزاس تا الان، من باز دوباره مقایسهش بکنی، آستینو از بقیه من خیلی بیشتر دوست داشتم شخصا. یه چیز دیگه ای هم که من بد ندیدم بگم اینه که مثلا شما تو نیویورک و کالیفرنیا و اینا قدم میزنی، همیشه یه ادعایی وجود داره که ما نسبت به مثلا گیا، همجنسگیراها، نمیدونم کسایی که شبیه به ما نیستن خیلی اوپنیم و فلان یفا. و موقعی که من اومدم تگزاس، همش با وجودی که میخواستم با ذهن باز بیام، ولی همش ته دلم اینجوری بود که اینجا جای مذهبیه، این کار نمیکنن و اینا، ولی
واقعا توی این چند هفته که من اینجا بودم، من تکساس رو راست شو بخوای خیلی نسبت به بقیه اوپن مایند تر دیدم. یعنی آدما همه رو میپذیرن، مسلمون و گی و نمیدونم کسی که مذهبی نیست و هر چیز دیگه رو. به نظر من اینجا راست شو بخوای خیلی صادقانه تر دیدم تا اینکه توی مثلا کالیفرنیا، نیویورکی که فقط اسمش هستش که ما بازیم و اینا. میگم اینا واسه چند هفته از همه این تجرباتی که من داشتم، نمیدونم ممکنه که اونقدر که واقعی باشه شاید نباشه، ولی حسی که گرفتم و من همیشه صادقانه بهتون منتقل کردم این بوده و خیلی دوستش داشتم من واقعا. آره دشواری نداره اینجا با اما اینم من نمیدونم جز بدها بذارم یا خوبها، ولی توی تکساس کلن آفتاب و اینا خیلی زیاده. بعد یهو تو کمتر از مثلا 5 دقیقه شب میشه، یعنی وایستادی مثلا آفتاب داری حال میکنی اینجوری شب میشه، شب شد خلاص. ما هم دیگه برگردیم یواشتیش دیگه، دوباره یه بوست دیگه میبینم اتون. سابسکرایب لطفا، کامنت، لایک، قول زدن، چیزایی که اینا هستش رو یادتون نره دیگه. بای بای. آقا من تو ویدیوی پیش شرمنده یادم رفتش که فکت هفته رو بگم، فکت آخر ویدیو تا آخر شب 2-3 صبح بودش دیگه ادیت میکردم، یادم رفته بود. ولی فکت این هفته این که هیچ میدونی دلفینا با وجود اینکه تو آب زندگی میکنن، ولی بیشتر از 20 دقیقه نمیتونن زیر آب بمونن و مثل ما باید بیان بالای آب نفس بگیرن و دوباره برن پایین. بله دلفینا ممل هستن، ممل مثل پستاندارا هستن و باید نفس بکشن.